سوم جوان تهران تینا راد و ماکان آریا سوی مقامات امنیتی به اتهام برپایی جلسات مطالعه کتاب مقدس برای مسلمانان در منزل خود در منطقه‌ای در شرق تهران و فعالیت علیه دین اسلام دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفتند در طول دوران بازداشت هر دو نفر آنها توسط ماموران مورد ضرب و شتم و شکنجه‌های شدید قرار گرفتند تهدید شدند که حق سرپرستی فرزند دختر چهار سالهشان از آنان سلب و به دولت سپرده خواهد شد بازدا شدگان مجبور به فراهم آوردن مبلغ پنجاه هزار دلار برای آزادی و به وسیقه گذاشتن می شود دوازده کرمان نوکیش مسیحی محسن راتفر که از شهر کرمان با اتومبیل خود آزم تهران بود توسط ارازل و اوباش پلیس امنیتی رژیم کثیف آخوندی دستگیر میشه در همان تاریخ دوازده مسیحی دیگر که برای شرکت در کنفرانس آزم سفر بودند در فرودگاه دستگیر و معموران مانع از سفر آنها شدند منازل این افراد مورد تجسس و تفتیش قرار گرفت و این افراد بعد از تحمل دو سه روز شکنجه و پرداخت وسیقه آزاد شدن 27 جوییه ملک شهر اسفحان شش نفر از بانوان و هشت نفر از آقایان مسیحی به امراه یک دو کودک در حین جلسه عبادتی در یک کلیسای خانگی دستگیر شدند. در شب حادثه یک زوج کوانسال به نام های عباس امیری هفتاد ساله و سکینه رهنما که میزبان آن کلیسا میزبانی آن کلیسای خانگی را بر عهده به شدت از سوی ماموران لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند پای زن هفتاد ساله شکست و مرد هفتاد و دو ساله به اقما رفت عباس در تاریخ سی جویه در بیمارستان اسمهان بر اثر شدت ضربات وارده درگذشت. گذشت خامنه ای، کسافت حرامزاده رفسنجانی دز نمی شرف بی ناموس خاتمی شیاد حرامزاده بزرگتون کوچکتون لنگ به سرتون امام دارتون عبادارتون مکلاهاتون از اون متکی پفیوزتون لاریجانی دریوزتون بزرگ و کوچک نشسته در مجلس اشغالی شورای نگهبان مجلس خبرگان بیت رهبری تشخیص مسلحت بزرگ و کوچکتون زیر دست و پای این ملت به اهور و ایران لحقایی شد کرمان یک زوج مسیحی به نام داریوش و شیرین به خاطر ایمانشان به مسیحیت دستگیر شدن عراق شاهین زنبوری پیرو مسیحی دستگیر شد و در زندان برای اعتراف اسامی دیگر ایمانداران مسیحی که به آن نپرداخت مورد ضرب و شاعت قرار گرفت بی در سی اوت آزاد شد با پرداخت هفتاد و پنج هزار دلار محمود رامتین در شیراز و آرش بسیرت که در پی دستگیری از تاریخ پانزدهم ماه می در شیراز هنوز در بازداشت به سر میبرند به طور رسمی و کتبی به ارتداد متهم گردیدند مشهد یک مسیحی به نام ایمان رشیدی دستگیر شد مشهد رامتین سودمن خادم کلیسای انجیلی توسط ماموران امنیتی دستگیر و زندانی شد رامتین فرزند زنده کشیش حسین سودمن تنها فردی است که رسما از سوی مقامات قضایی حکومت کثیف و خونخوار اسلامی ایران به خاطر عدم انکار ایمان مسیحی خود محکوم و در سوم دسامبر گذشته در زندان مشهد اعدام گردید 22 سپتامبر ارومیه از مسیحیان آشوری انجیلی شرود شرود یادگار یا همچین حرکتی اسمو درست نمیتونم بخونم شده. به همراه فردی دیگر به اتهام بشارت مسیحی دستگیر و زندانی شد 2 سپتامبر شیراز سرانجام پس از موج عظیم حمایت و فشارهای بین المللی دادگاه شیراز محمود متینازاد و آرش بزیرت رو بصیرت را از کلی اتهامات مبرا دانسته و نامبردگان پس از گذراندن چهار ماه بازداشت انفرادی و شکنجه های فراوان موفق به رهایی از زندان شدند 28 سپتامبر ارومیه فردی مسیحی به نام صبحان دستگیر شد 12 اکتبر سنندج برادر قانع قبادی همراه, به هم... همراه, همسرانشان و جمع کسیدی از ایمانداران به تناوب از سوی اداره اطلاعات بازداشت و یا احضار شدند و با پرداخت پرداخت وسیقه های مختلف هنوز تحت برخی از آنان آزاد و مابقی تحت بررسی های بیشتر قرار دارد مشهد 18 اکتبر در ادامه موج دستگیری ها در شهر مشهد شش نفر از برادران و خواهران مسیحی از کلیساهای خانگی در آن شهر دستگیر شدند حکومت اسلامی شدیداً نگران جمع کثیری از مردم مسلمانانی هستند که به مسیحیت میگرمند نیروهای امنیتی پس از بازداشت این خانواده ها آنها را با تهدید و ارعاب به عدم اطلاع رسانی به رسانه ها و اداره وادار کرده و خواستار سکوت آنان شده است 20 اکتبر مشهد فرشته دیواج و همسرش امیر منتظمی که بیش از این در سال 2006 نیز دستگیر و بازداشت شده بودند مجددا از سوی دادگاه تهدید شدند فرشته دیواج دختر زندیات کشیش مهدی دیواج است کشیش دیواج به مدت نه سال به خاطر ایمان مسیحیش در زندان به سر برد مهدی دیباش سرانجام در سال 1993 به جرم ارتداد محکوم و به اعدام و اعدام گردید 22 اکتبر مشهد و و و و و, و. صفحه تو مهم نیست آشوری باشی مسیحی باشی زرتشتی باشی سنی باشی بیدین باشی بادین باشی باید به این حرومزاده ها باج بدی ازشون کتک بخوری با این ها، با این فاحش زاده ها با این اشغالگران خاک کشور ما اینا کشور ما رو سی سال اشغال کردن اون وقت یه مش بی پدر و مادر حرامزاده توده و اکثریتی و اینایی که زیر عبای خمینی رفتن باید بریم در انتخابات شرکت کنیم باید سعی کنیم دیگر به احمدی نژاد رأی ندهند مثلا به اون مردی که یا شیاد بی پدر و مادر حرامزاده خاتمی دوباره رأی بدهند یا مثلث خفت رفسنجانی کروبی خاتمی همونهایی که در مدت 8 سال بزرگترین خیانت ها رو به ملت ایران کردند این رژیم بزک شدنی نیست این رژیم اصلاح این رژیم در کلیتش در تمامیتش در موجودیتش باید له آورده بشه باید از خاک پاک زمین از زمین ایران باید زدوده بشه فشار بر زندانیان بهایی برای شرکت در مراسم ازاداری محرم دو زندانی بهایی در زندان مرکزی ساری به دلیل عدم حضور در مراسم عزاداری شیعیان مورد تنبیه و تحقیر قرار گرفتن آخه رو چه حساب ما باید بریم بعد از 1400 سال زنجیر بزنیم قمه بزنیم سینه بزنیم برای یک عرب تازی که 1400 سال بیش به خاطر منافش و یا نزاع خانوادگیش کشته شده ده ها و ست ها و چند هزار حسن و حسین و صادق و باقر داریم در زندانهای رژیم کثیف اسلامی که یه موشون به هزار تا حسین علی میده میارزه با آغاز ماه محرم و برنامه های عزاداری که مختص آیین شیعه است دو زندانی بهایی به نام های نعیمی و فیض الله روشن در زندان مرکزی ساری برای شرکت در این مراسمات تحت فشار مسئولین قرار گرفتند که به دلیل امتناع آنان از شرکت در این مراسمات به دستور ریاست زندان موهای سر آنها تراشیده شد و این دو زندانی بهایی به بند هشت زندان که به بند تنبیهات معروف است منتقل گردید از ویژگی های این بند محرومیت زندانیان از حق استفاده از تلفن ملاقات مرخصی می باشن. و شکنجه های گونه گونه جسمی و روحی مسئولان زندان پیش شرط خروج این زندانیان از بند تنبیهی زندان رو تعهد آنان به شرکت در مراسم مسلمانان و نمیدونم ازاداری و از این گونه مسائل عنوان داشتند فعاد نعیمی و فیض الله روشن دو زندانی بهایی در اوایل سال جاری توسط نیروهای امنیتی استان مازندران به اتهام عضویت در هیئت خادمین مسئول اداره جامعه بهایی اقدام بر علیه امنیت ملی و نماینده دوره های فضائل یادگیری مشارکتی بازداشت و به احبس های تعذیری و تعذیری